ممنون رفیق کامبیز از صحبت بسیار جالبتون امیدوارم خسته نباشید تا شما یه استراحتی بکنید رفقا اگه مایلن میتونن دست کنند وقت بگیرن برای سوال جواب یا اینکه بحث خودشون ارائه بدن منم از فرصت استفاده کنم جلسه بعدم بعدی به صفور رو خدمت رفقا بگم Uh, هفته بعد قرار یه بحثی داشته باشیم راجع این جنگ اسرائیل علیه فلسطینیا در غزه uh, از رفیقمون موش مکوبر دعوت کرده بودیم که صحبت کنن uh, رفیق اسرائیلی مارکسیست اسرائیلی که رفیق یاسمن جلسه پیش بهشون اشاره کردن uh, این رفیق متاسفانه چهارشنبه درست روز چهارشنبه ما یه گرفتاری براش پیش آمده درچه قرار شد رفیق اون یاسمان باشون یه مصاحبه بکنن شب قبلش اون مصاحبه رو اینجا پخش کنیم ممکن هم هست اگه بتونیم تا اون موقع رفیق دیگه هم دعوت کردیم ولی هنوز تایید نهایی نشده که به فارسی هم صحبت کنن در این مورد حال این جلسه مصاحبه به زبون انگلیسیه شاید رفیقون یا اسامان بتونه یه مقدار ترجمهشو بساز در اختیارمون بگذاره در ضمن جلسه ولی بستگی داره دیگه به امکانات به حال جلسه جالبی خواهد بود نوارم که تموم شد میتونیم بین خودمون وقت بحث بکنیم دیگه به فارسی سر موضوعاتی که در اون نوار بحث شده هفته بعد بنابراین جلسامون حالا فردا یا پس فردا اگر منتشر خواهد شد درباره جنگ غزه است امیدوارم که رفقا فعالانه تو بعد شرکت کنن به حال رفقایی که مایلند دست بالا کنند سوالی اگه دارن از رفیق کامبیز یا نکتهای دارن ارائه بدن حتما الان دیگه موقعش رفقای گرامی من دستی بالا نمینم من خودم یه سوالی داشتم کامبیز عزیز اشاره کردید البته تو بحثتون جنبه اجتماعی به صلاح این ذات بشری رو در رابطه با مقایسه که بین لیبرالا و دموکرات کردید اشاره کردید ولی به نظر من اگه ممکنه یه ذره مفصلتر توضیح بدید مثل این ربط این دوتا به هم چیه ربط آزادی و اجتماعی بودن انسان چون میدیم مارکس در واقع انسان رو انسان اجتماعی میدونه ذات اصلی انسان رو اجتماعی بودن انسان میدونه و در این اجتماعی بودن این آزادی چه مفهومی از دید مارکس حالا از دید روسو یه مقدار توضیح دادید ولی از دید خود مارکس میخواستم بدونم مارکس روی این جنبه چه تأکیدی داره به نظر شما چون توی عرسه از خود بیگانگی هم که شما تعریف کردید اینم یکی از عرسه از خود بیگانگی بشری که خودتونم تو بحث قبلیتون اشاره کردید دیگه مثلا اینکه انسان شده برده ماشینالات انسان شده خودش اجتماعی بودن خودش رو از طریق ماشین داره در واقع پیدا میکنه ماشین بهش میگه این اجتماعی بودن چجوری باید خودش رو بیان کنه که این رو تو خود کاپیتال میگه یکی از جنبه های بسیار از خود بیگانگی بشری که اصلا جدیدم هم هست روی پروسه کار نیست روی محصول کار نیست این از خود بیگانگی بلکه روی اصلا اجتماعی بودن خود کاره برای انسان و این جنبش هم به نظر من خیلی که مهم میکرد که دیدگاه مارکس بهش اگه فرصت کردید راجبی این هم یه توضیح بدید من هنوز دست کسی دیگه ای رو بالا با نمی بینم شما خودتون احتیاج به یه دو سه دقیقه استراحت نداشتید یه تنفس یه چایی یه نه. 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 خیلی عالی اگر اگر موافقین همینو بس بکنیم تا اگر رفقا در فکر بفرمایید اگه مایلی بفرمایید آره خیلی ممنون خیلی این نکته مهمیه آره آره... که بهش توجه کنیم از دو طرف همونجور که تو اشاره ای هم کردم توی بحث اینی که از یه طرف وقتی که راجع به این بحث مارکس در رابطه با اجتماعیت انسان صحبت میشه بعضی دیگه اینقدر اقراق میکنن که انگار ما دشمن فردیتی اصلا فردیته باید از بین بره ولی از یه طرف دیگه خود سرمایه داری چطور این اجتماعیت رو در واقع به طور کامل از بین میبره فقط در صورت خیلی انتظایی و مجردش توی قالب سیاست و حقوق اینو به ظاهر نگه میده. یعنی شما فقط زمینه اجتماعیت اونجاییه که همون میشه نوعی از سوشیبلیتی که انتای سوشال هست که کانت میگفت یعنی فقط میری دست به دامن قانون و قانونگذاری میشی که بتونی این عدم ارتباط آدما با هم و عدم اجتماعیتشون و نهایت خودپرستی و اگویزم و دنبال منافع خود بودن رو بخوای حفظ کنی چون قانون چیه؟ قانون میگه که جون اینی که تو میخوای معامله بکنی حد اکثر سودو ببری و هیچ پروایی نداری که تو این قضیه من برام خوب این معامله یا نیست کاملا امر جایزیه برای تو هم امر جایزیه که فقط دنبال منافع خودت باشی اصلا فکر این چون شما اگه میری یه نیم کیلو پنیر تولید میکنی برای این نیست که این پنیره رو تولید کردی چون فکر می‌کنی برای تغذیه من خوبه تو فکر میکنی که این پنیره سوداورت تولیدش سودآورترین چیز الان برای تو و اگه تونستی به من بندازی خیلی عالیه اگرم نتونستی خب بدا به حالتو. ولی بالاخره تو پروای وجود منو نداری این نیست که نگران حال و روز منی به خاطر اینی که موجود اجتماعی هستی و منم اجتماعی هستم داری میگی با ما هر دوتامون از یه گونه ایم از یه سپیشیس هستیم یه نوع بشر هستیم بنابراین قم تو غم منه این نیست حتی اگر من من خودم کارم برای نخوردنم روانشناسیه من به زحمت میتونم چهار تا آدم روانشناس پیدا کنم که واقعا غمه یه مریضو دارن دلشون میتپه وقتی که اون مشکلی داره اینا احساس میکنم من چیکار کنم که به این کمک کنم بیشتر فکر کنم خب یه کلاینت جدید اومد برام من همینجور فکر نمیکنه که خب این روانشناسم خب یه آدمه میدونم من الان تو قصم و فلانم و مشکل دارم اینا ولی خب اینم بدبخت یه آدم یه مثل من دیگه من ببینم این چه جوریه الان چی حس میکنه هیچکی حالا اینو مثال زدم برای اینکه به نظر میاد دیگه خوب روانشناسی اقلا باید اینجوری باشه نیست هیچ هیچ شغلی هیچ کاری اینجوری نیست همه آدما انتای سوشال هم. فقط یه قانونی میاد این وسط که میگه بابا این باید در یه محدودهای باشه که انتای سوشالی اون یکی دیگه ملغا نشه برای همین میشه ای سوشال سوشیبیلیتی یعنی ما موقعی وارد اجتماع میشیم که میخوایم کاملا خودمون از اجتماع جدا کنیم یه رابطه با یکی بگیریم که صرفا بر مبنای منافع ماست و قانون فقط زمانت میکنه که ما همون حدی از آزادی رو در استفاده از دیگری ازش بهرمند باشیم که دیگری از اون حدی از آزادی بهرمند بنابراین در واقع سوشبیلیتی وجود نداره سوشال اجتماع و اجتماعیت و زندگی نوعی بشر در واقع قایبه از زندگی روزمره ما با قول مارکس از زندگی تو جامعه مدنی تو عرصه زندگی روزمره اقتصادی و اجتماعی که ما داریم قایبه یه جایی حضور داره که حضورش کاملا حضور مذهبیه تو مسئله یهود اینو میخواد به ما نشون بده میگه توی دولت تو میبینی که آدما یا حقوق آدم ها از یه چیزایی حرف میزنن که به نظر خیلی اجتماعی و زیبا و انسانی میاد یعنی تو اونجا از از خواست ها و تمایلات ملت و کشور و میهن و جمع صحبت میشه منطقه جمعی که خیلی افسترکتر از اونه که بشه انگوش گذاشت روش گفت ها اینه جم یه چیزیه مثل خدا که نمیتونی هیچ جا پیداش بکنی ولی خب هست یه چیزی همه جا حضور داره ولی هیچ جایی تو نمیتونی در آشباس اونت کنی بیشینی با خدا حرف بزنی راجب ملت هم یه ملتیه که هر آدمی رو که بگیری بگی آقا این ملت بید نه, نه نه اونو ازش استفاده میکنی ولی ملت رو تو نگهداری میکنی اون ملت کجاست ایثار در راه کشور آن کشور چیه؟ یه که خاکه یه آدماییان که با هم یه روابط خاصی دارن نه یه چیز ابسترکتیه همینطور تو عرصه حقوق شما نگاه میکنین شما برای اولین بار تو دوران سرمایداری مدر با مقوله شخصیت به معنای حقوقی با مقوله اهلیت به معنای حقوقیش مواجه میشه یعنی من برای اولین بار تو دنیای سرمایه داری به میگن آه تو لازم نیست ولایت کسی رو بپذیری یه کسی لازم نیست که بیانگر توانایی تو به خود بودنت باشه تو خودت یه آدمی تو یه موجودی نیستی که من برای تعیین میکنم یعنی من ولی تو تعیین میکنم که تو چی هستی چی بگی چی نگی چی فکر کنی چی بپوشی چی بخوری نه تو خودت میتونی برای خودت تصمیم بگی کانون این تصمیم گیری چیه مالکیت خصوصی یعنی کسی اهلیت حقوقی داره که این حق براش به رسمیت شناخته شده که مالک چیزی باشه بازم میبینیم دیگه اولش خیلی حرف جالبه اهلیت در مقابل ولایت مثل مثلا مزخرفاتی که توی جمهوری اسلامی میگن میگن که هر آدمی یه ولی داره و همه آدم ها یه ولی فقیه دارن و ولی فقیه امام داره و امام پیغمبر داره و پیغمبر خدا داره بالاخره هر کسی خره هر کسی ناتوانه از اینی که خودش باشه احتیاج به ولی داره احتیاج به قیم داره ولی توی سرمایه داری ظاهرا اینه که هر کسی اهلیت داره و این اهلیت مگر در موارد خاصی که بازم به وسیله قانون مشخص شده این اهلیت تعیین میکنه که این آدم حاکم آدم حاکم به سرنوشت خودش باشه و بتونه تصمیماتی رو که میخواد بگیره خودش بگیره ولی عملا میشه چی؟ میشه فقط مالک اینه یعنی شما تو کارخونه که نمیتونی به تصمیم بگیری که من میخوام الان این کارو بکنم اون کارو بکنم تو دانشگاه که شما نمیتونی بری حرف خود تو بزنی توی نمیدونم تو هیچ جا یه کارمندی اگر باشی اصلا تو عرصه زندگی روزمرت این جنبه اهلیت هیچ جا خودشو نمیتونه بروز بده مگر وقتی که به طور کامل از جامعه رفتی بیرون شب تو خونت خوابیدی که دازه باز اونجا باید دید چه جاهایی اهلیت یا اگر تو کارگر باشی یا در اوایل رشد داری که بردهداری هم بود یعنی برده ها که اصلا اهلیت که هیچ اصلا آدم شمرده نمی شدن همش مالکیت بود دیگه و زنا تا همین اواخر اینه که منظورم این بود که این جنبه اجتماعی زندگی توی سرمایه داری فقط به صورت ابسترکت میتونه تبلور پیدا کنه توی عرصه سیاست و حقوق که در واقع بیگانگی اجتماعیت انسانه اجتماعیت انسانی که به صورت مذهب خودشو مذهبی خودشو نشون میده حالا مارکس بحثش اینه که همونطور که تو هم گفتی خیلی جالب بود چه تو عرصه تولید، چه تو عرصه به اه... اصطلاح حقوقی و سیاسی چه تو عرصه روابط رومنتیک ما میخوایم این اجتماعیت انسان که از انسان بیگانه شده دوباره برگرده به انسان یعنی چی برگرده نه فقط تو فکرش نه اینکه من بتونم یه رمانای زیبایی بنویسم درباره رومنس نه اینکه من بتونم یه آدمی باشم که توی فلسفه آزادی خودم مثل فیخته صحبت بکنم از رفتن بیاند تفکر یه نوعی از انسانیت تجربه کنم که ما برای فرد جمعه نه این نیست توی عرصه انتظایی نیست باید یه دنیایی ما بسازیم که توی زندگی روزمرش هر فردی بتونه اجتماعیت رو تجربه کنه تجربه کنه نه راجبش فکر کنه و حرف بزنه یعنی من در عین حال که خودم هستم و دارم اعمال روزانم رو انجام میدم بتونم تبلور تراب باشم تبلور سارا باشم تبلور رفیقم باشم یعنی یعنی من که دارم حرف میزنم بتونم حرفم در برگیرنده حرف بقیه هم نوعانم هم باشه وقتی دارم یه کاری میکنم اون کار رو من واقف باشم که در واقع در برگیرنده یه کار دیگرانم هست من یه رفیقی داشتیم خیلی مرد خوبی بود میگفت هر وقت که میرم یه جایی قهوه میخونم میگم که به صاحب دکون میگم ببخشید تو این قهوه من خون هست یعنی چی؟ بگم خون اون کسایی که این دونه ها رو از مزرعه چیدن خون اون کسایی که اینا رو از انبار بردن به کشتی از کشتی بردن به شهر از شهر بردن به اینجا درد و رنج و خون و زحمت این آدما تو این قهوه است در نتیجه من در واقع اون زندگی اجتماعی رو دارم میکنم ولی قافلم بیگانم ازش اینه که اجتماعیتی که من تجربه میکنم به صورت انتای سوشال سوشیبیلیتی هست یعنی من میگم من دلم قهوه خواسته میخوامم قهوه بکنم اصلا روی نحس نجس هیچ کسی هم نمیخوام ببینم ولی دارم میبینم منتها از چشم خودم پنهان میکنم تمام روابط اجتماعی تو همین یه فنجون قهوه جا،, جا, داره ولی من نمیبینم اون اجتماع رو و تجربهش نمیکنم نمیبینم نه با چشم نمیبینم حتی ممکنه من که کمونیستم اینو ببینم ولی با عقلم تجربه نمی کنم من هر لحظه احساس نمی کنم با اون دهقان اوروگوئی یا نیکاراگوئی یا چه می کجا آفریقایی که این قهوه رو کاشته و درآورده، آورده دارم با همدیگه مرابده ای داریم اینو تجربه نمی کنم ممکنه در سطح انتظایی و عقلانی چون آدم چپی هستم اینو بفهمم ولی بازم ما به معنی تجربه کردن نیست ما یه دنیایی میخوایم که در اون دنیا تمام روابط اجتماعی ما تجربه بشه و به نظر مارکس این میشه کمونیسم و این آزادی بی شرطه یعنی فقط در کمونیسمی که انقدر روابط شفاف میشه و از, از, از این روابط کالایی زدایی میشه دیفتیشایز میشن جنبه فتیشیستیشون از بین میره که روابط به نظر روابط عینی و روابط اشیا نیان روابط بین خود آدما باشن توی اون دنیا اون وقت میتونیم صحبت بکنیم از اینی که اجتماعیت انسان به دنیای فرد بازگشته یعنی فرد میتونه در همه روابطش اجتماع و گروه و دیگر انسانها رو تجربه کنه و با اونا باشه در کنار اونا باشه همیاری و همدلی اونا رو حس کنه و خودش هم با اونا همدل باشه و همیار باشه در شما تونسته باشم جواب خیلی ممنون ممنونم رفیقان بیز بر توضیح مفصل و خوبی بود مرسی حالا باز به این نکته برمیگردیم اگه فرصت شد. رفیق سارا محقق نوبت گرفتن. بفرمایین رفیق سارا. رفیق سارا نمیتونه مرسی مرسی الان مایک هم درست شد خیلی ممنون سیامن کامی جا من نمیدونم که اولا خیلی ممنون واقعا لذت بردیم یاد گرفتیم مثل همیشه از نظرات مارکس که یک به اصطلاح انسانگراست بیشتر از اون به اصطلاح تفسیرهایی که گفتیم که بیشتر اونم مثل یه مذهب دیگه است که اسارت ایجاد میکنه که فکر میکنم تو دولت هایی که بعدها اومدن در شاید روسیه چین جاهای دیگه میبینیم نتیجه این نو فکر کرده بد،, بد, فهمی از مارکسو که انسان در اون گم میشه و دوباره برده میشه به یه شکل دیگه دوست داشتم شاید اگر نه این جلسه اگر لطف کنی جلسه های آینده یا به عنوان یه پروژه جدا یکم برامون بگی که این نو برداشته انسانگرایی که از مارکس الان برامون گفتی در, در مبارزه انقلابی چجوری تشکل ایجاد کنیم که مثل تشکلات حزبی که ما تو شرکت کردیم و واقعا مثل یه اداره بود بالا پایینی بود نظرات غلط و یه جور قدرت سنترالایزدی بود که کمک نمیکرد به مبارزه انقلابی قدرتمند بودن حتی ولی دیدیم که نتونستن ما رو به راهی که باید ببرن مبارزه رو پیش ببرن یا دولت مثلا پرولتاریایی که رو زور رو ارتشه روی پلیس مخفی پرسه که آزاد باشه وجود نداره چجوری ما میتونیم هم قدرتمند باشیم هم متشکل باشیم هم با هم کار کنیم و یه آینده ای رو بسازیم روی همین میارهای انسانگرایی که الان گفتی در تشکل امروزمون هم همین باشه که هر انسانی خودش قایت باشه بتونه نظر بده متفکر بشه توانمند بشه بتونه تشکل بده و در آینده هم بتونیم همین سیستم رو پیاده بکنیم که با سیستم های قدرت و بیگانگی به یه شکل دیگه قالب نشه خیلی ممنون بفرمایید رفیق کامیش. آم... آره خیلی ممنون خیلی سوال جدیه که فکر کنم همه ما باهاش مواجهیم همه مایی که باقی موندیم از اون جنبش و هم میخوایم مبارزه رو ادامه بدیم هم نمیخوایم دوباره همون وضع قبلی پیش بیاد و همون مشکل من فکر میکنم از نظر تئوریک دنبال کار خود مارکس رو بگیریم یعنی مارکس میاد توی هر کدوم از این نهادها نگاه میکنه ببینه که چه پتانسیلی دارن کجای حرف حرفیه که رهایی بخشه مثلا تئوری حقوق مدر در مقابل تئوری امتیازات قرون وسطایی تئوری حقوق مدرن میگه همه آدما از یه سری حقوق بهره از این نظر برابر هر آدمی در واقع یه مجموعه ای از حق یعنی چی چی بهش میگن داشتم دنبال لغتش میگشتم که خود حق رو حق یعنی اینی که من برام یه سری اختیاراتی از طرف همه جایز شمرده میشه ولی توی قرون وسطا اینطور نبود یعنی مثلا لرد فئودال یا زمیندار بزرگ یا اشراف زاده از یه حقوقی بهره مند بود که در واقع نباید بهش گفت حقوق از یه امتیازاتی برخوردار بود که دهقان نبود دهخانه از یه امتیازاتی برخوردار بود که زنش برخوردار نبود همه اینا از یه امتیازاتی برخوردار بودن و از یه امتیازاتی محروم بودن که شاه از اونا برخوردار بود در واقع مارکس میگه جامعه قرون وسطا چندین جامعه بود هر جامعه ای قانونای خودشو داشت به این معنی که هر گروه اجتماعی از این سری امتیازات برخوردار بود اومد تو دوران سرمایه‌داری بورژوازی اینو تعمیم داد گفت آقا همه یه امتیاز دارن که اسمش قانون همه برابر خب مارکس اومد گفتش که این نکتش یک گامی به پیش بود که اومد فهمید که بابا ما همه نوع اعضای نوع انسان گونه انسان هستیم همه مثل همین بنابراین باید از یه حقوق برخوردار باشیم ولی یه نقصی داشت که نیومد بفهمه که برای اینی که یه همچین امکانی فراهم بشه که همه آدما آدم ها بتونن از تمام مزایای و دستاوردهای بشر بهرهمند بشن باید یه نوعی از زندگی ارگانایز بشه که دیگه اونا توی زندگی روزمرهشون یه همچین شکاف های بزرگی نباشه یه همچین تفاوت های عظیم طبقاتی از هم جداشون نکنه و اون با قانون انجام نمیشه قانون برابر نمیتونه اینو برای ما فراهم کنه خب یا مثلا اومد در زمینه تولید گفتش که آقا ما به ماشین که نگاه میکنیم خب آره ماشین میاد کارا رو انقدر آسون و یه نواخت و تکرار شمنده میکنه که خب هر کسی یا حتی هیچ کس میتونه این کارا رو انجام بده یه بچه کوچولو هم میتونه خب این از این نظر که بد نیست که چه خوب آدم اگه بتونه یه همچین دستاوری داشته باشه بتونه کارا رو انقدر ساده بکنه که همه بتونن انجامش بدن ولی خب از یه طرف این نتیجهش میشه اینی که استثمار وحشیانه زنها و کودکا اومد توی کار سرمایهداری که تو تاریک ترین دوران قرون و هم به این بدی نبود بچه های کوچیک و چون انگشتاشون ظریف بود و همه چه کار رو میتونستن بکنن و لازم نبود فکر بکنن در چه مقاومت نداشتن در مقابل این تحمیل این شیوه وحشیانه کار اونا رو کشیدن به عرصه تولید و, ازشون و استثمارشون کردن و از طرف دیگه اصلا جریان روند کار که یه جریان نسبتا لذت بخشه آدم در واقع مکنونات قلبی و افکار خودشو برونیستا میکنه به معنای واقعی کلمه میاره از ذهنش بیرون تبدیلشون میکنه به واقعیتهایی که بیرون از خودش وجود دارن و این یه پروسه زیبایی میتونه باشه خیلی لذت بخشه این پروسه به وسیله ماشین از بین میره دیگه تو کاری رو که میکنی نه اصلا میدونی چه کار داری میکنی نه میتونی بدونی نه هیچ وقت هیچ جنبه زیبایی شناسانهی برای کار یه صرف انرژی به صورت مجرد و تو داری فقط خودتو عذاب میدی در واقع برای که بتونی بیرون از کار زندگی بکنی که باید در داخل کار بود یعنی توی کار آدم انسان بود ولی توی سرمایه‌داری مثلا با به وجود اومدن ماشین در واقع از کار انسانیت زدایی شد و انسان توی جاهایی که انسان نیست میتونه انسان باشه میرم با غذا خوردن با خوابیدن با اعمال فیزیولوژیک احساس میکنم که من انسان میشم اون جایی که دارم خلق میکنم که انسان واقعی باید باشم اصلا انسان نیستم از اونجا میخوام فرار کنم که مارکس اینو میگه منظورم اینه که مارکس نگاه میکنه ببینه که کدوم نهادایی هستن که توی این جامعه سرمایه داری با یه نیت نسبتا درستی به وجود اومدن ولی عواقب وخیمی به بار آوردن و چرا این عواقب به وجود اومده مثلا ماشین چرا منجر به این جور دیهیومنایزیشن میشه یا دولت که بنا بود آزادی آدما رو تضمین بکنه چرا خودش به عامل سرکوب تبدیل میشه یا حقوق که بنا بود آ... برابری آدم ها رو تضمین بکنه چرا خودش میشه زامن حفظ نابرابری و بعد میگه اوها آلترناتیب ما باید چه فرقی با اینا داشته باشه من فکر کنم در مورد کار گروهی و همکاری و ایجاد اون ارگان هایی که بتونن کار انقلابی رو دامن بزنن ما باید همین کار رو بکنیم یعنی نگاه کنیم ببینیم ارگانیزیشن که شیوه اساسی همکاری توی جامعه سرمایه داریه. شما به هر جا که نگاه بکنیم چه احزاب چه کارخونه ها، چه ارتش چه زندان همشون ارگانیزیشن هست هم. ببینیم ببینیم اصخونبندی ارگانیزیشن که در نهایت در خدمت با سرمایه قرار میگیره چیه دیپرسونالیزیشن هیرارشی تقسیم کار عمودی تقسیم کار افقیه و جدایی خصوصی از عمومی خب بنابراین کار گروهی که ما میخوایم بکنیم باید مواظب باشه که درست تو این چاله ها نیفته یعنی اگر ما یه گروهی درست میکنیم که کاملا هیرارشیکه تقسیم کار تقسیم کار عمودیه در بالای ارگانیزیشن یا سازمان یا هر چی رو میخوایم بزنیم حزب گروه در بالا آدما میدونن چه کار دارن میکنن تصمیم گیری میکنن و در پایین فقط اجرا میکنن خب این خطر اینو داره که تبدیل شه به یکی از همین نهادهای جامعه بورژوایی اگرم نیست خیلی باید جون بکنه چون استراکچرش طوریه که همون شیوه زندگی و همون شیوه تفکر رو میافرینه حتی تقسیم کار افقی باز اونم همینطور اگه توی گروهی من مثلا یه مدتی خیلی آدم خوبی هم بلدم مخفی کاری کنم نمیشه برای تمام عمر من مسئول مخفی کاری بشم یا خیلی آدمی هم که اهل مطالعه هم تمام عمر من تهورسیان جمع باشم نمیشه همچین کاری باید گروه شرایطی فرم نه به زورا حالا این دفعه از اون ورش بیافتیم که به زور تفنگ یارو رو وادار کنیم آقا تو کار تئوریک نکن بی برو مرزه مسلحانه کن خب من نمیتونم من بلد نیستم زورم نمیرسه نمیشه این کار کرد به زور رو نمیگم ولی شرایط و گروه فراهم کنی که اگر منی که خیلی چریک خوبی هستم ولی کن الان دلم میخواد که تو زمینه تئوریک یه کانتریبیوشنی داشته باشم و دارمم. هم را نیست خیلی ولی خب توی زمینه مارز مسلحانه بلدم کار کردم و شجاعت شدارم و فلانه خب گروه میتونه شرایطی فراهم کنه که من بتونم خودم رو پرورش بدم که بتونم اون نظری که دارم و قشنگ بپرورونم نه اینکه بهم بگن که او تو که نمیفهمی که بی خودی بشینین اینا راجع به این قضیه کار بکنی حسن آقا که بهتره یا عمری این کار کرده اون بهتر میتونه این کارا یعنی اون تئوریسین گروه خب این خطرناکه نه اینی که کار درستی نیست از نظر اخلاقی این خطرناکه این باز تولید همون شیوه زندگیه که تو سرمایه داری بوده بنابراین به این نیست که ما فقط بگیم این گروه ما موافق کمونیسم و مخالف سرمایه داری یا مثلا مخالف مرد باید شرایطی فراهم بشه توی گروه که گروه خودش این قضیه رو این استراکچر رو بشکنه نه با زور بلکه به وسیله ایجاد اون محملایی که این قضیه رو تحقق بده من فکر کنم باید روی این کار کنیم خیلی کم کار شده من فکر میکنم یه خورده روزا لوکزامبورگ روش کار کرده روی خود فرم تشکیلات یه مقدار تروسکی اولیه حواسش بوده و یه مقدار زیادی هم آنارشیستا مونتا آنارشیستا بعدیشون اینه که دیگه زیادی میرن تو آخر سر میرسی به اینی که پس چجوری با هم کار جمعی بکنیم دیگه انقدر حواسشون هست که این قضیه با سولید نشه که تقریبا میشه اینی که خب کار جمعی رو ول کنیم دیگه هر فردی خودش آزاد باشه خب اینم خوبه ولی ما میخواستیم بتونیم کار با هم بکنیم بدون اینکه بیگانه بشه و تبدیل بشه به یه یکی دیگه از ارگانیزیشنایی که تو جامعه سرمایه داری هست ممنون من رفیق دیگه ای نمیبینم دستش بالا باشه دازم رفیق پرمیس شاید لغت خوب برای ای سوشیال غیر سوشیال غیر اجتماعی به جای آنتی ای آه. معمولا ای معمولا به عنوان غیر استفاده میشه توی زبان‌های اروپایی تا نه به معنی آنتی ارزان درسته آره من اجتماعی, خود... اجتماعی, اجتماعی کردن غیر اجتماعی منظورش اینجا آره درسته من من میخواستم, میخواستم یه خود یه نیش چپی هم بر کانت زده باشم راست میگی آره غیر اجتماعی یه نکته ای که تو صحبت بود تو خیلی مهمه اینی که اتفاقا تو تعریف دموکراسی در بین الملل دوم یکی ریشه های مشکل ما سنت مارکسیزم رسمی که بعد از بینالملل دوم شکل گرفته همین تعریفشون از دموکراسی دیگه که مطابق حرف کاوسکی متاسفانه حتی لنین هم یه جا این رو تکرار کرده در دوره اولیش ولی خب بعدها ی حرفهایی زده که نشون میده زیاد خودشم با این موافق نیست اونم اینه که دموکراسی رو خلاصه کنیم به دموکراسی صرفا سیاسی دموکراسی رو خلاصه کنیم به اینکه شکل حکومت کاوسکی تعریف میکنه که دموکراسی شکلی است از حکومت در صورتی که اصلا این ربطی به تعریف مارکسیستی از آزادی و دموکراسی نداره یعنی شما موقعی که در حوزه جامعه مدنی داری استثمار میشی واضح من نمیتونه منظورت از دموکراسی فقط شکل حکومتی باشه بعد از اینم رها بکنی خودتو از این قید و بند بله استثمار و فروش نیروی کارت به خاطر امرار معاش بتونی خودتو خلاص کنی دیگه بنابراین خیلی تعریفی است که خیلی نتایج وخیمی به بار آورده من جمله این که تو دهن خیلی ها افتاده که اصلا سوسیالیسم ربطی به دموکراسی نداره در سوسیالیسم ما دیگه اصلا دموکراسی چون شکلی از حکومت دیگه مثلا از بین میره بنابراین اصلا دیگه آزادی معنی نداره دموکراسی اصلا معنی نداره در جامعه سوسیالیستی جامعه سوسیالیستی چیزی نیست اصلا فراتر از این پدیده دموکراسی اگه میشه یه مقدار راجع به این صحبت کنیم این تعریفی که مد بود و رایج بوده در چپ ما سر دم... خود مقوله دموکراسی خیلی مهمه توی چیز توی نقد فلسفه حق مارکس خیلی به این مسئله میپردازه که اصلا دموکراسی یعنی چی یعنی چطور جامعه ای که درش انسان فدا نشه باید مبتنی بر دموکراسی باشه دموکراسی به معنای اینکه فرد تبلور جمع باشه جمع محمل تظاهر فرد باشه و این اگر محدودش کنیم به سیاسی اتفاقا از بین بردیمش چون سیاست در واقع شکل از خود بیگانه اجتماعیته اگه ما بگیم دموکراسی فقط خاص عرصه سیاسته هم این میشه که تو گفتی خیلی خوب که یعنی فردایی که دیگه سوسیالیسم اومد که اصلا دیگه دموکراسی نمیخواد چون عرصه سیاست هم مثل عرصه های دیگه از بین میره دیگه نه در ثانی این میشه که فقط در این شکل از خود بیگانه آدما میتونن فردیت و اجتماعیت وجودشون رو تجربه بکنن در عین حال که اتفاقا نیست اتفاقا مثلا تو عرصه کار که ما الان خیلی خوب در میبینیم خب دموکراسی یکی از اساسی ترین مسائل تو عرصه کار که شما بتونی وقتی داری کار میکنی به عنوان یه فرد بتونی اجتماعیت وجود خودتم تجربه کنی نه اینه که اجتماعیت فقط به صورت حقوقی که میگیری تجربه میشه مزدی منظورم میگیری و البته این فقط در عرصه کارم نیست مارکس خیلی قشنگ بیگانگی از محصول کار پروسه کار بیگانگی از انسانهای دیگه و بیگانگی از نوع انسان و این چهار جنبه رو توی بیگانگی در عرصه تولید نشون میده ولی تو عرصه های دیگه هم همین جوریه یعنی شما تو همه عرصه به خصوص تو عرصه فرهنگی اینو بچه های مکتب فرانکفورت خیلی خوب کار کردن ولی خب کسای دیگه هم کردن خود مارکس هم خیلی دقیق تو عرصه فرهنگی دموکراسی وجود نداره یعنی به هیچ وجه فردیت با اجتماعیت پیوند نخورد یا فرد فرد خلاقه که انسانیت خودش رو تو قالب مزامین هنری و غیره نشون میده ولی دیگه تقریبا رابطهش با اجتماع قطع شما هر موزه ای الان که بری دیگه باید خیلی زور بزنی که فکر کنی که این چیزهایی که اینجا هست یه ربطی به این جامعه ای که ما از صبح شب باش رابطه داریم داره ربطی نداره در واقع هنرمنده دنیای پرآشوب خودش رو به زیباترین شکل ممکن مجسم کرده ولی دیگه جایی برای من و تو نیست توش به زور باید خودتو کنی نمیشه همینطور مثلا تو تئاتر مدرن سینمای مدرن همه چیزایی که دیگه میخوان فل واقع این خلاقیت خودشون نگه دارن تو عرصه هنری تقریبا دیگه جایی نمیمونه برای بقیه و این دوتا از هم کاملا جدا شده دموکراسی اینه دموکراسی اینه که این بتونه برگرده مثل اون اول انقلاب روسیه به نظر من هنرمنده اونجا خیلی خوب اینو فهمیده بودن که چجوری میشه این دوتا رو آورد یعنی این هنر و فرهنگ رو آورد تو زندگی روزمره آدما حالا مثلا استالین به شکل خیلی خام و چیزش بود ولی با این حال یه نطفه ای از اون حرف توش بود که مثلا تو وقتی میری متروهای مسکو خیلی زیباه پر چیزایی که چیزای هنریه که جاشون قاعدتا توی جامعه سرمایه داری تو موزه است نه تو مترو ولی خب مترویی که من و تو زندگی واقعیمون داره توش میگذره ما که تو موزه زندگی نمیکنیم هر کسی بالاخره کار میکنه و با مترو سوار میشه این بر میره اون بر میاد اینا در واقع تو زندگی روزمرش باید بتونه تولور این خلاقیت رو ببینه اینم اینم مستلزم دموکراسیه یعنی یه جوری بشه شرکت همه رو توی حیات اجتماعی شرایطش رو فراهم کرد اینه که من فکر کنم خیلی نکته مهمیه این که گفتی و واقعا هم خود ما هم کم کار کردیم که دموکراسی فقط دموکراسی سیاسی نیست باید بستش داد یه خورده پست مدرنا رو این کار کردن مثلا اونا میگن بعدیش اینه که یهو میزنن به سهرا کربلا دیگه انقدر اینو چیزش میکنن که موضوع گم میشه یعنی معیار خوب و بد و هنری و غیر هنری و زیبا و چیز از بین میره دیگه که خب اونم باز نقض قرض میشه ما میخوایم بگیم دموکراسی به معنی اینه که همون قنا در زندگی روزمره بیاد نه اینه که اصلا ولش کنیم بگیم ما اصلا ما این قنا رو نمیخوام یا این ارزش استتیک رو اصلا نمیخوایم بله متشکرم من دست رفیق دیگه رو بالا نمی بینم رفقا یاشار بب... ببخشین رفت و... یه سوالی هست که الان یه, یه مدتی اونجاست من قیمت آه، اه، اه، چیزی به طور خلاصه میخوان که شما توضیح بدید در مورد مفاهیمی مثل من و ما و هستی اجتماعی ما اینا این رو از طریق مارکس چطوری توضیح داده شده کنم سوال بگم یا دنباله داره سال نه همینه همینه برمیرسی آها ام من و ما و هستی اجتماعی بله بله ببینید اه... مارکس مثل بقیه جاها به نظر من در این موردم خیلی نظرش بدیه و برای همینم بد فهمی میشه چون آسونتره برای اینی که آدم فکر کنه بابا منی وجود نداره همه ماییم دیگه اجتماع من یعنی خودخواهی یا برعکس بگیم مارکس معتقده که مثل متفکرین مدرن و بورژوا مارکس معتقده که خب در ورای همه چیزهای اجتماعی هم. یه منی هست که در واقع اون منم باید صداش به گوش همه برسه یعنی مجموعه این معنا میشه ما حتی یه بخش بزرگی از آنارشیستان به این معنی منو میفهمن یعنی اینی که تحت هیچ شرایطی اون منو حذف نکنیم این میشه یه نوع مایی که مای سوسیالیستی مارکس اینو قبول نداره مارکس نظرش اینه اونجوری که من میفهمم چون خب یه رساله خاصی که مارکس راجع به این قضیه صحبت کرده باشه من ندیدم اگرم هست من ندیدم ولی از لابلای حرفایی که زده من این درک دارم که مارکس معتقده که همونجور که گفتم خدمتون ما یعنی species being اینم هم از فورباخ گرفته فورباخ هم بیچاره کسیه که به نظر من خیلی حقش پایمال شده یکی از بزرگترین متفکرای تاریخ بوده به نظرم ولی خب کسی اونقدر بهش اهمیت نمیده یه بخشی به خاطر تضادایی که خودش تو بحثش بوده ولی یه بخش دیگه به خاطر اینکه که اونم یا متفکر خیلی نوآوریه و کمتر فهمیده شده ولی به هر حال فویرباخ راجب اسپیشیس بینگ صحبت کنه راجب اینی که انسان یعنی نوع انسان و مارکس اینو میگیره و نوع انسان رو شروع میکنه به شکافتن و دیدن ابعاد وجودیش به خصوص توی دست ها وقتی که مارکس از نوع انسان حرف میزنه که در واقع نوع انسان یعنی ما میگه نوع انسان یعنی امکان یونیورسالیته و خلاقیت و آزادی که همه اینا در خود آفرینی هم خلاقیت متولد میشه که شرط بروز خلاقیت هم همون که گفتیم آزادی خب اینا ابعاد وجودی انسان هم. یعنی مای ما رو این تشکیل میده و این امکانات وقتی تحقق پیدا میکنن میشن اون مای عینیت یافته و وقتی در قالب آدمای مختلف حضور دارن میشن اون مایی که به صورت اشخاص خودشون نشون میده بنابراین ما یعنی species being یعنی امکانات نهفته در نوع انسان و یا این امکاناتی که تحقق پیدا کردن اومدن بی من چیه من به نظر مارکس یعنی شکل یونیک شکل یگانه یکتا شکل منحصر به فردی که این امکانات در وجود یک آدم مشخص تبلور پیدا میکنه و این یونیک بودن است که منو از من دیگه متمایز میکنه ضد من دیگه نمیکنه متمایز میکنه یعنی شما وقتی این امکان امکان به خلاقیت که لازمش آزادی بی قید و شرطه در وجود یک کسی تبلور پیدا کرد و برون ایستا شد یعنی اون خلاقیت تحقق پیدا کرد میشه مثلا دیوان شمسی که مولوی نوشته دیوان شمس مولوی متفاوت با شاهنامه فردوسی نه ضد شاهنامه است متفاوته یه صورت یونیکی انسانیت نوع بشر در دیوان شمس خودشو نشون میده و با نوعی که اون جهانو ترسیم میکنه و اون جهانی که اون خلق میکنه که فرق داره با اون جوری که فردوسی توی شاهنامه با اساتیر ایران رفتار میکنه و اون اساتی رو اساتیر ما قبل اسلامی رو برای ما ترسیم میکنه و در نتیجه ما از اون طریق یه فردی رو میبینیم میشناسیم که یه جوری این امکانات وجودی خودشو با هم ترکیب کرده که شده شاهنامه شاهنامه فرق میکنه با دیوان شمس در واقع فردوسی فرق میکنه با مولوی اینا دو تا منن که تبلور ما هستن ولی ما نیستن به این معنی که همه آدما وقتی میخوان یه شعری بگن میشه جانم یا میشه دیوان شمس به همین ترتیب مثلا شما اگه نگاه کنید به زندگی چگوارا در مقایسه با روزا مثلا در مقایسه به نظر من مثلا با احمدزاده مسعود احمدزاده یا همه این رفقای عزیزی که ما داریم یا داشتیم از دستشون دادیم خب اینا هر کدوم یه منن نمیتونی بگی که این اونه نمیتونی بگی خسرو روزبه یعنی مسعود احمدزاده یعنی چگوارا یعنی تروتسکی یعنی روزا الکزنبورگ. ولی اینا هر کدوم این امکانات وجودی نوع بشر رو به یه نوعی به یه شکلی کنار هم آوردن و ترکیب کردن که یه منی ازشون ساخته که مثل هیچ من دیگه ای نیست و در این حالم ما نیست ما اون امکاناتیه که میتونه به هزار جور مختلف تحقق پیدا بکنه یکی از اشکالی که تحقق پیدا کرده میشه روزا لوزنبورگ یا اون کارگری که الان مثلا اسمایل بخشی مثلا یا سپیده قولیان این یه نوعی از آدم از نوع انسانی که میشه من بنابراین خصلت اجتماعی انسان یعنی همون نوعیت انسان یعنی همون ما که در وجود منهای مختلف میتونه به شکلهای مختلف تبلور پیدا ولی نه اینی که همه عین هم دیگه میشن نمیدانم تونستم جوابتون رو بدم یا نه یعنی امیدوارم زیادی شلوغش نکرده حتی یه چیزی ببخشین اون اونم هستی اجتماعی ما آها بله بله هستی اجتماعی درست میفرمه هستی اجتماعی ما به نظر من در واقع همون برون ایستا شدن نوع یعنی انسانیتی که در نوع انسان متبلوره وقتی میاد بیرون و تحقق پیدا میکنه میشه هستی اجتماعی ما یعنی صورت عینی پیدا میکنه برون ایستا میشه میاد از حالت امکان به واقعیت تبدیل میشه واقعیت همون هستی اجتماعی یعنی تحقق این امکانات وجودی یعنی صنعت، علم، فلسفه، هنر، تاریخ، مبارزات انقلابی، آدم های خوب، اخلاقیات و بعد همه چی همه چیزهایی که در واقع اون امکانات وجودی انسانن که تحقق پیدا کرد شکر رفیق یا شار بفرمایید امیدوارم صدام باشه صدام هستش بله بله من فقط یه سوال داشتم از نظر ما خب آزادی یا آزادی بیگردشت سیاسی یا آزادی بیان یا آزادی بیان خالی یا بیگردشت سیاسی اینا همش یه معنی میده ولی تو جامعه معنی های مختلفی میده فقط میخواستم میدهم چطوری وقتی به آزادی بیان اشاره میکنیم مطمئنا منظورمون از آزادی بیان آزادی بیگه در شرط سیاسیه یا آزادی میگیم آزادی که <تصفح> ابتدا که شما گفتید کاملا درسته و نظر مارسه ولی تو جامعه میخواستم یه مثال هایی اگه بشه زده بشه مثلا همینی که میگیم من در واقع برمیگرد به اینکه من از شما چیزی رو میخوام که انجام بدید که برای خودم هم رو میخوام و خودم هم کاری میکنم که از شما همونو بخوام یعنی اینا در واقع توی جامعه وقتی منها به ما تبدیل میشه که در واقع اون چیزی که از شما میخوام برای خودم هم همینو میخوام و اون چیزی که برای خودم میخوام برای شما هم همونو بخوام یکی این یکی هم این یه حرفی هم است از چگوارا که میگه هنگام کار در زمینه آموزش انقلابی ما اغلب به این موضوع میپردازیم که در رفتار رزمندگان امروز میتوان شمایلی از انسان فردا مشاهده کرد که در واقع نشون می میده که مارکسیزم که ما یاد میگیریم در واقع هایی که پایبند میشن به این مسائل با های معمولی فرق میکنن و رابطه اینا با هم اگه ممکنه تو این جامعه هم اگر مثلا استالینستان مثلا بخاطر اینکه آزادی بیان رو بخوام ملغا کنم میگن آزادی بیان بیانش رو حس میکنم میگن آزادی بیگه شاید سیاسی میگه این حرف چرتیه بس من بیام بزنم تو گوش تو بس بگم خب من آزادم دیگه آزادی یعنی این میخواستم اگه بشه تو این زمینه هم یه توضیح بدید مرسی ممنون تشکر خیلی ممنون از این صحبتتون واقعا یعنی اینجوری که من فهمیدم شما میگین باید توی زندگی روزمره ما این مسئله آزادی بی غیر شرط متبلور باشه فقط یه چیز سیاسی نیست و, و کاملا من با این موافقم یعنی باید تو خیلی هم خوب مثال از چه گوره آوردین واقعا اون انسان فردا یعنی باید الان باشه تو کار گروهیمونم البته هست یعنی تو بچه های چپی و کمونیست و همین رفقای دوره خودمون یعنی بچه های جدید که الان اینجور تو مبارزه هستن و آدم قشنگ ببینه توی زندگی روزمره شون دارن اونجور زندگی میکنن که انگار اینا تو جامعه کمونیستی هستن و همینجور که شما گفتین اونجور زندگی کردن یعنی اون ماه توی من الان حضور داشته باشه و اینم یه شعار و بحث سیاسی اینا نیست باید تو زندگی هم تو اعمال و رفتار و روابط دوستانه و رومنتیک و کار مشترکی که میکنیم و همه چی توی همه اینا باید این خودشو نشون بده اون انسان فردا انسان آزاد شده از اگویزم و جدایی خصوصی و عمومی و به درستی هم که شما اشاره کردیم من فکر نمی کنم این صرفا یه بحث سیاسیه بود سیاسی داره البته خیلی هم بود بزرگی داره ولی آزادی بیقید و شرط یعنی همین یعنی اینی که من درست درد شما درد من باشه حالا مثلا ما تو کارمونم حتی با اینکه بورژوا تدوینش کردن تو مثلا روانشناسی رو ولی میگن اگه تو امپاتی نداشته باشی یعنی نتونی آدم دیگر رو از چشم آدم دیگه ببین درد اون درد تو باشه اگه نتونی این کارو بکنی هر چه قدم از داری تکنیکی آدم واردی باشی و تجربه داری و فلانو میدونی چه کار کنی پنج ای ارزش نداره کاره کار روانشناس اینه که امپتی داشته باشه دیگری رو بره زیر پوست آدم دیگه درست از چشم اون دنیا رو ببین وگرنه اصلا هیچ هیچ کار نمیتونه بید. و توی کار انقلابی و وقتی که به طریق اولا یعنی باید تو زندگی روزمره ما کاملا این متبلور باشه وگرنه بی خودی وقت تلف کردنه یا مش کارهای تکنیکی داریم انجام میدیم مثل بقیه سیاسی هایی تو این دنیای سرمایه میکیتون بسته از رفیق تو را میکیتون بسته مرسی سیامک جان ممنون صرفم گرفت میکو بستم یادم را باز کن. ممنون از شما رفیق کاملیز رفیقمون جی دستشو بالا کرده بفرمایید رفیق جی صدا, صدا دارم رفیق جان بله بله صداتون می میگه خسنه باشی عزیز اگر درست فرمیده باشم قابلیت خود و رشد توانایی انسان رو منو به آزادی بی قید شرط کردیم همین الان هم توضیح بعد هم این آزادی رو با عدم وجود اختیار و اجبار و از خود بیگانگی تعریف کردی و توضیح به نظر این تعریف هنوز با مضمون رهایی به منیسیپیشن که موقع نظر مارکس بود فاصله داره به نظرم در واژه رهایی و نه آزادی که میشه مفاهیم مثل سوژه انقلابی عمل سازمان یافته جمعی برای برداشتن کلی موانع و قیودی رو که بر سر شکوفایی استعدادهای فردی و بالندگی جامعه انسانی قرار داره رو توضیح داد اما نمیدونم چرا علاقه نداری واژه رهایی رو استفاده بکنی و ترجیح از آزادی استفاده بکنی سوالم اینه آیا دلیل خاصی داره ممنونم ببخشید من درست متوجه نشدم میشه یه خورده بیشتر توضیح بدین که فرقشون چیه ببینید آزادی غیبت اختیاره غیبت به معنی اجباره همونطوری که خودت گفت کسی تو رو مجبورت میکنه و از خود بیگانه میشی اینجا آزادی غیبت آزادی آزادی هست ولی در رهایی شما یه عمل مت... اون میتونه بود فردی داشته باشه تو آزادی اما تو رهایی بود اجتماعی در اینجا یک به اصطلاح عاملیت انسان سوژه انقلابی بودن عمل اجتماعی عمل سازمان یافته جمعی و همه اینا میاد وسط یعنی امنیسیپیشن ولی سوال من اینه که شما هیچ کلمه رو استفاده نمی‌کنید دلیل خاصی داره یا اینکه تفاوتی شاید بین این دوتا قائل نیست آزادی بی و شرط بیشتر ما در رابطه با در دولت استفاده میکنیم یعنی یک دولتی هست که آزادی رو از انسان ها سل میکن اما اون چیزی رو که مارکس مورد نظرشه همونطوری که خودت به درستی گفتی بس بر سر اینه که استعدادهای فردی و بالندگی جامعه انسانی یعنی موانعی بر سر راه هایی بر سر راه شکوفای استعدادهای فردی و بالندگی جامعه انسانی قرار داره که این انسان به معنی عاملیت تغییر و به معنی یک فعال اجتماعی میتونه به همش بزنه و خودش رو رها بکنه از این قید و بندها و همون استعدادهای ناشکفتش رو شکوفا بکنه و هم بالندگی جامعه انسانی رو فراهم بکنن امیدوارم درست توضیح ام، خیلی ممنون خیلی دقیق توضیح دادید من من اینجوری میفهمیدم و الان هم اینجوری میفهمم که رهایی رهایی از یه چیزیه رهایی از یه قید و بندیه رهایی از یه محدودیتیه رهایی از یه نوع چیزیه که بر شما ایمپوز شده تحمیل شده به شما شما خودتون از دست اون رها میکنید آزادی یعنی نامتناهی بودن اکرانک بودن مرز نداشتن آزادی یعنی اینی که من محدود به هیچ حدودی نیستم و میتونم در واقع من فکر میکنم نزدیکتره به اون مفهوم عاملیتی که شما به کار بردین یعنی اگه منظورتون ایجنسیه خب آزادی من فکر میکنم نزدیکتره اگرچه من اصراری ندارم قدم فارسیم خوب نیست که بتونم بگم واقعا این لغت میرسونه اونو ولی میخوام بگم اینتنشن من اینه من منظورم وقتی میگم آزادی این نیست که از یه چیزی ما آزاد شیم اینه که آزاد باشیم برای اینی که هر جوری که میخوایم باشیم باشیم و خودمون رو تحقق بدیم یعنی حتی فردایی که دیگه هیچ اختناقی هم نباشه و ما نخواهیم از یه چیزی آزاد بشیم بازم آزادی معتبره ولی دیگه رهایی نه چون دیگه چیزی نیست که ما میخوایم از دستش رها بشیم ولی آزادی هنوزم یکی از ابعاد وجودی انسانی یعنی منظورم اینه که اینتنشن من از این به کار بردن این واژه اینه ولی بحث شما رو خیلی متوجه شدم خیلی هم نکته مهمی بله من اگر درست فهمیده باشم صحبت رفی جیرو رو برای آزاد بودن باید رها بشین دیگه در نتیجه برای رسیدن به آزادی شما باید رها هم بشین بنابراین با هم تقای... تفاوت لغوی دارن یعنی یا تفاوت جنبه ای دارن تفاوت فازی دارن یعنی برای اینکه برسید به آزادی مجبورید شما خودتون از قید و بندها رها کنید دیگه در چه مبارزه برای رهایی جدا نیست از مبارزه برای آزادی دیگه دوتاش یه چیزن ما که ما مبارزه میکنیم برای اینکه رها بشیم از یه ستم داریم در عین حال مبارزه میکنیم برای آزادی نمیفهم من دقیقا اون نکته ای که رفیقمون جههی گفت که تفاوتی هست و این دوتا رو دقیقا من نفهمیدم این نمیدونم بتونن ایشون یه ذریعه توضیح بیشتر بدن شاید کمک فهم بهترش بکن نمیدونم آنه من درست فهمیدم حرف رفیقمون رو یا نه. و هر ببخشید تو داخله کردم این بسه چون خودم برام یه ذریعه شدم سر این تفاوت که اصلا بیرون منظور رفیه چی بود از این تفاوت من بیشتر اگه اجازه بدی یه توصیل آره. بیشتر ملاحظه این بودش که آیا دلیل خاصی داره که کامبیز از لغت رهایی استفاده نمی‌کنه به جای امنیسپیشن و همیشه آزادی رو میذاره بیشتر منظورم این بود و در وحله دوم تفاوت که شما مد نظرتون بود بله کاملا درست متا اون چیزی رو که من مد نظرم اینه که آره به گفته مارکس کارگر آزاده و کارفرما و یا سرمایدار آزادن در یک مذاکره یا خیل فروش به ظاهر آزادن این بخره اون بفروشه نیوی کارش اما رها نیست کارگر کارگر در اینجا آزاد نیروی کارش رو بفروشه به مفهوم در مفهوم کاپیتالیستی جامعه اما رها نیست برای اینکه رها بشه از قید و بند سرمایه آزادی کفایت باید نمیکنه آزادی از قید و بندهای سیاسی کفایت نمیکنه آزادی از قید و بند سرمایه به معنی رهاییه باید از اون رها بشه از اون بندها و قیدها و همه بند های اسارتی که اینو بند کرده به فروش نیروی کارش یعنی منظور این بودش که بیشتر آزادی وقتی استفاده میکنیم آزادی بی و شرط به خصوص کام بیزن استفاده میکنه بیشتر به معنی سیاسی ما در میگیریم که یک دولتی وجود داره که این آزادی رو محدودش میکنه غیبت اختیاره اما رهایی به معنی رهایی از اون شیوه تولید هم هست آزادی اینو نمی رسونه. آزادی اون آملیت و طبقه کارگر رو برای برهم زدن نظم جامعه نمی رسونه. آزادی این کفایت نمیکنه که این خواهد سازماندهی بکنه و یک نظم نوینی رو سازمان مزور آنه. نمیدونم رفیق ها میخواین نکته دیگه بگید یا نه من متوجه بحث ایشون شدم باهاشونم هم موافقم منتها با بحث خودم موافقم فکر میکنم درست میگن ایشون رهایی گسترده تر از مفهوم آزادیه که در چارچوب تفکر لیبرال میگنجه چون وقتی بورژوازی لیبرال از آزادی در چارچوب حقوقی صحبت میکنه و معتقد طبق کارگرم آزاده یعنی آزادی رو خیلی ابسترکت میبینه همون انتقادی که گفتم مارکس داره مارکس برای همینم هم میگه آزادی بی قید شرط لیبرال به هیچ وجه معتقد به آزادی بی قید شرط نیست معتقد به آزادی کارگر در فروش نیروی کارش این بی قید شرط نیست شرط داره یعنی شما آزادی که نیروی کارتو بفروشی آزاد نیستی که بری با سرمایدار نگوشیت کنی که آقا اصلا مالکت خصوصی رو من قبول ندارم یا خرید و فروش نیروی کار رو من اصلا قبول ندارم شما همچین آزادی نداری توی, توی هیچ قانون اساسی حتی قانون اساسی ایتالیا که کمونیستا نوشتنش ولی لغو آزادی خرید و فروش نیروی کار مستطر نیست درش در نتیجه شما آزادید مشروطه ولی وقتی ما میگیم آزادی بی قید و شرط یعنی داریم میگیم همون مفهومی که شما از رهایی در نظرتون هست هم در این مستطر ولی گسترده تر از رهایی چون که عرض کردم در آینده ای که دیگه همچین مشکلی هم وجود نداره و من نمیخوام رها بشم از چیزی بازم آزادی میخوام و آزادی دارم و آزادی شرط تحقق انسانیت منه رهایی نه الزامن چون دیگه از چیزی نمیخوام رها بشم الان چرا؟ الان درست میگید واقعا رهایی خیلی کمپوننت بزرگی از این آزادیه رفیق جهه شما نکته دیگه نشتین در ادامه این بفرمایید بسیار آه... نه, نه جان مرسی ممنونم از توضیحات هم شما و هم کامبیز از مرسی از لطفت خب رفیق کامبیز من دست کسی دیگه ای رو بالا نمی بینم اگر شما مایلید جنبندی ارائه بدید در خاتم بحثتون بفرمایید اگر ممکنه من یه نکته فقط بگم اونم این بود که یه بحثی مارکس میکنه از زاویه این که انسان ها تاریخ خودشون رو می سازن. ولی نه اونجوری که کاملا دلشون میخواد. چون همیشه شرایط داده شده است که خارج از اراده اوناست داده شده بهشون از نسل قبل اومده بنابراین یه محدودیت هایی رو وضعیت موجود همیشه بهشون تحمیل کرده با در چارچوب اون وضعیت داده شده بس تاریخ خودشون رو بسازن تاریخ جدید رو بسازن این رو به نظر من به یه شکلی داره بیان میکنه که خود آزادی هم یه مفهوم تاریخی دیگه یعنی مفهومی نیستش که میشه بسیار فرا تاریخ تعریفش کرد و به انسانها بلا نسبت داد و در سیر تاریخ دید این تحقق آزادی چجوری صورت میگیره و چجوری از چه مراحلی میگذره و از چه مبارزاتی میگذره خواسم ممکنه توی جنبندیتون به این بسا محدودیت داده شده محدودیت بسا از نسل قبل به فائرس رسیده این جامعه که در مقابل من قرار داره در رابطه با آزادی اگه بی ربط بود که فراموش کنید ولی اگر لطف کنید من یکی رو خوشحال می‌کنم شاید حداقل ببینم این رابطه این با این بحث شما سر آزادی چی بود ولی به هر حال دیگه به آخر جلسه داریم میرسیم درشه شما مایلید میتونید یه جمع بندی راه خیلی ممنون آره این, این خیلی نکته خوبیه یادم هم رفت بگم این اعتقاد خیلی چیز جالبیه اینی که مارکس میگه که آدما خودشون دنیاشون رو میسازن ولی نه در شرایطی که خودشون آفریدن خب این خیلی حرف جالبیه از طرف جریانای از انترناسیونال دو این و جریانهای های مسلط اینو اینجوری معنی کردن که شرایط عینی همیشه حاکمه و ما چاره ای نداریم جز اینه که بالاخره تو این شرایطی که دنیا اومدیم باش را بیاییم و یه جوری اونو در نظر بگیریم و بشناسیم و فلان اینا دیگه نه مارکس میگه که این در واقع اینجوری که من میفهمم این بحثو مارکس میگه ما دنیامون رو خودمون میسازیم ولی از اون دنیا بیگانه میشیم و اون دنیای بیگانه به عوض اینی که محصول خلاقیت و خودآفرینی ما باشه به چشم ما میاد که اون ما رو آفریده و ما تو دست اون اسیری نه فقط به چشم ما میاد عملا ما اینجوری زندگی میکنیم یعنی ما خودمون کارخونه رو به وجود آوردیم خودمون دولت رو به وجود آوردیم خودمون اسلحه رو ساختیم خانواده رو ساختیم ولی وارد این دنیا میشیم و این دنیا دیگه زندگی ما رو تعیین میکنه کارخونه است که حیات روزمره منو رو تعیین میکنه خانواده است که عشق منو تبدیل میکنه به یه چیزی که اون نیست یا نمیدونم دولته که اجتماعیت منو ابسترکت میکنه و اجازه زندگی تجربه کردن زندگی اجتماعی رو از من میگیره و خلاصه تمام نهادهای موجود و راه نجات اینه که ما دوباره این جنبه از خود بیگانه اینا از بین ببریم و متوجه بشیم که این ما بودیم که اینا رو آفریدیم و خود ما هم میتونیم دوباره اینا رو از بین ببریم یا این جنبه های منفیش رو از بین ببریم یا متوجه باشیم که اینا آینه وجود ما و ما این قدرت رو داریم که اینا رو تغییر بدیم اینطور نیست که اینا حالا که هستن دیگه هستن یا از یه جای مرموزی اومدن و دیگه هستن و حاکم به سرنوشت ما در واقع مثلا چه میدونم ما نمیخوایم از قهر طبیعت آزاد بشیم ما میخوایم طبیعت بشه خانه هستی ما ما نمیخوایم یه اجتماعی درست بکنیم که کمتر به ما زور بگه ما میخوایم اجتماع فسیلیتیتور بشه برای تحقق انسانیتمون یعنی همه چیزا همونی باشه که واقعا براش کار کردیم نه اون چیزی که تبدیل شدن الان رو شد ضد خودشون شدن او وقت در همین رابطه به نظر من مسئله زمانمندی و تاریخی بودن و این قبیل مسائل در رابطه با مقوله های مثل آزادی یعنی آزادی را اگر یه یکی از ابعاد وجودی هستی انسان بدونی اینی که زمانمند شده یعنی اینی که این بود وجودی به تدریج به وسیله ما تحقق پیدا کرده حالا بعضی وقتا تحقق فرم و ضد خودش چون خلاقیت که هیچ زمانتی نداره که حتما یه چیز خوبی از توش در بیاد من همه چی رو من میتونم ابزار شکنجه هم خلق کنم میتونم یه چیزی پیدا بکنم که انسان بتونه به وسیله اون محبت و عشق و ایسا رو تو خودش بیشتر رشد بده میتونم همه چی رو میتونم خلق کنم یه خلق یه قاعده خاصی نداره بنابراین یه عالم از اون چیزهایی که بشر آفریده چیزایی هستن که از نظر تاریخی عواقب وخی میرشون نشون دادن و محکوم به نابودی و باید هم در نابودیشون کوشید خود نابود کردن و اونا قلاقیت در نتیجه من فکر می کنم این آزادی که شرط تحقق خلاقیته یعنی شرط تحقق انسانیته این تاریخی نیست زمانمند نیست به این معنی زمانمند میشه بهش گفت که آروم آروم نشون داده بعضی محدودیت های خودش ولی خودش تاریخمند نیست خودش زمانمند نیست خودش تا نداره یعنی هیچ وقت نمیتونی بگی دیگه آزادی الان لازم نیست یا اون آزادی که منجر به برده شد بد بود آزادی بد نبود ولی خب آزادی این محدودیت هم داره که خطرناکه یعنی آزادی این هست که تو نمیتونی از قبل پیش بینی بکنی که نتیجه چی میشه چون اگه بخوای اون کارو بکنی وقت بعد آزادی رو محدود کنی که بعد وقتی آزادی رو محدود کردی دیگه خلاقیت رو میگیری کل قضیه از اونوری میشه بنابراین آزادی به نظر من همین که میگیم بیقید و شرطه از نظر زمانی هم بیقید و شرطه یعنی نه اولی داره نه آخری من اینجوری میفهمم. در مورد اینی که بخوایم جمع دی کنیم دیگه فکر میکنم جمع بندیمونو تا حدودی کردیم فقط همین من به نظرم وقتی که میریم به مطالعه این نوشته های مارکس به نظر من خیلی کمکمون میکنه که ما این حرف این بحث تئوریک تو ذهنمون باشه که مارکس خودش داره پرکتیس میکنه اون چیزی رو که تئوریشه یعنی داره اون دنیای جدید رو خلق میکنه میآفرینه و در نتیجه باید سعی بکنیم وقتی مارکس رو میخونیم یه مقدار زیادی میدونم که کاملا نمیشه ولی تا حدودی که میشه پوش کنیم که مارکس رو به زبون خود مارکس بخونیم یعنی مارکس رو نکنیم هگل مارکس رو نکنیم کانت یا ماتریالیز یا ایدئالیز یا افلاد هیچ کس خود مارکس رو بفهمیم چی داره میگه تا جایی که میشه بدون پیش این دو تا فایده داره اولا وقتی مارکس رو میخونیم خیلی آسون اگه پیش بذاریم کنار قشنگ میبینیم که زیادم حرف عجب غریبی نمیزنه میشه فهمید اما اگه مارکس رو برداشتیم کردیمش ماتریالیزم دیالکتیکی خور سخته چون میبینی این نمیخوره که این اون معنی که من دارم از وحدت زده این با این نمیخوره نم. کمیت به کیفیت خب این،, این, مارکس نیست خود مارکس ببینیم با اصلا این چی داره میگه حرف خودش رو بفهم به جایی که اول تبدیلش کنیم به یه کسی دیگه و اینم نه اینه که یه کار ایولیه یه کار بدیه این به خاطر اینکه خب ذهن آدم عادت داره همیشه ناشناخته رو از طریق شناخته بتونه بررسی بکنه دیگه حتما یه چیز آشنا برا من راحت تره میگم ها این داره اینو میگه خب ولی اون, اون حرف مارکس وقتی کردمش ماترز دیالکتیک شد هگل اونم یه هگل آبکی هگل چیه تازه تازه هگل رو اگه یه خورده ی آدم حواسش نباشه در واقع همون یه دیان و مذهب جدیده به زبون فلسفی داره بیانش میکنه مذهب چیه؟ یه شکلی از خود بیگانگیه مارکس میخواد اصلا یه از خود بیگانگی رو از بین ببره در نتیجه باید آدم خیلی همین رو اپریشیت کنه که خب این یه آدمی اومده میخواد همه چیزای نو بگه هم اینی که اصلا برای فهمیدنش لازم در نتیجه به نظر من ما باید نگاه کنیم ببینیم مارکس تنها چیزی که به نظر من میتونه راهنمای ما باشه اینه که مارکس همیشه میخواد انسانی رو که پنهان شده پشت پرده پندار شیعیت و عینیت و خدا و اقتصاد و تاریخ و مذهب و غیره این انسان بیاره بیرون به ما نشون بده بابا پشت این حرفای قلم به سلوم به آدمه روابط خود من و توه این روابط یه بخشی از اجتماع احتیاج داشته که به یه صورتی تو چشم ما خاک بپاشه ما نبینیم نفهمیم که خب اگه رابطه من و توه خودمون دوتا تصمیم گرفتی فردام تصمیم میگیریم یه جوری دیگرش کنیم بنابراین قابل تغییر اما اگه گفتیم نه یه چیزی خیلی اسرارآمیز و ماورای طبیعی و فلان اینا یا علم یا نه فلان بالاخره آدما نمیتونن عوضش بکنن چون اونا رولی نداشتن تو به وجود آوردن اینا مستقلا به وجود اومدن هستن دیگه خب این در واقع این میشه ایدئولوژی این میشه اون شعور کاذب شعوری که به جای اینکه ذهن منو رو روشن بکنه در واقع منو اسیر توهمات خودم میکنه و ما باید از ایدولوژی خودمون آزاد کنیم بتونیم به دنیا نگاه کنیم به خود دنیا و همونی که هست ام... یکی این نکته بود یکی اینی که به نظر من این جنبه انقلابی و رهایی بخش تفکر مارکس رو در همین قضیه ببینیم که تو تمام نهادها و مؤسسات موجود به خصوص نهادها و مؤسسات جامعه سرمایداری بیگانگی انسان میبینیم و سعی نمیکنه یه چیزی مثل اونا بیافل اسمشو بذاره سوسیالیستی یه اقتصاد سوسیالیستی یه سیاست سوسیالیستی حقوق سوسیالیستی زندان و شکنجه سوسیالیستی اینا رو نمیخواد مارکس میگه ما به اینا نقد میکنیم و نشون میدیم که عمرشون گذشته و ادعاهایی که داشتن حتی اونایی که ادعاهای خوبی بوده نتونستن تحققش بدن و علت این عدم توانایی اونا به تحقق اون آرزوها و ادعاهاشون رو بیرون بکشیم و نهادهای آلترناتیو بسازیم نه اینکه عین این, این, این مؤسسات رو باز تولید کنیم اسمش رو عوض کنیم یا حتی پرسنلش رو عوض کنیم یعنی ما میخوایم دولت رو در هم بشکنیم نه اینه که یه دولت جدیدی به وجود یا اینی بیاریم یا اینه که بیایم وزرا رو عوض بکنیم رئیس جمهور رو عوض بکنیم نماینده های پارلمان رو عوض کنیم اینا نیست اینا نمیتونه آزادی بیاره ما اصلا پارلمان رو نمیخوایم قوه مقننه و مجریه رو نمیخوایم زندان و شکنجهگاه و ارتش و پلیس رو نمیخوام یا اونجا تو کارخونه تقسیم کار و افقی و عمودی رو نمیخوام نمیدونم تو هر جایی دیگه یعنی هر مؤسسه رو که مارکس نقد میکنه نمیگه یه چیز دیگه جاش بذاریم همینطور مثلا راجع به حقوق ما حقوق سوسیالیستی نمیخوایم برقرار کنیم ما میگیم حقوق مفصل بندی جامعه ای که اتمیزه است آدما از هم جدا هن. یه چیزی باید از بیرون اینا رو مصنوعا و به صورت انتظایی به هم وصل کن ما نمیخوایم یه حقوق آلترناتیو درست کنیم ما میخوام مثلا از بین بره همون جامعه ای که اتمیزه است و آدما دشمن خور رقیب هم دیگه هستن هم مفصل بندی اون جامعه ای که حقوق مجرد و نرمتیو هست میخوایم همش از بین بره میخوام یه دنیایی بشه که آدما بر مبنای درک متقابل و کامیکیتیو ریزن بر مبنای امپسی با هم رابطه بگیرن و همدیگر رو درک کنن نه از ترس مجازات قانونی یا به دلیل مجازات قانونی آره به نظر من این نکاتی بود که فکر میکنم سعی کردم تو این بحث مراجع کن. خیلی ممنون تشکر از شما رفیق کامبیز بحث بسیار خوبی بود امیدوارم که رفقا هم مثل من ازش بهره برده باشن همونطور که رفیق کامبیز گفتن این پیش درآمدی بود و یه سلسله بحثایی که قرار ایشون باز کنن سر نوشته های به اولیه مارس به خصوص نقد فلسفه حق و دست های فلسفه اقتصادی 1844. این بحث رو تو سال نوع مسیحی در برنامه داریم که آغاز کنیم. امیدوارم رفقا از این بحث اولیه به عنوان پیش درآمد بهره برده باشم، همونطوری که ایشون گفتن واقعا مفهوم آزادی کلیدیه برای فهم بقیه نوشته مارکس به نظر من حتی کمونیسم مارکس همونطوری که گفت و بیدلیل نیست که مارکس میگه در واقع بعد از سرنگونی سرمایداریه که تاریخ بشر تازه آغاز میشه یعنی بشر واقعا به اون آزادی رسیده که تاریخ خودش رو خودش واقعاً بسازه و از این قید و بندای به طبقات و طبیعت و غیر و بتونه خودش رو خلاص کنه یعنی این جنگش با طبیعت هم خودش یه جنگ طولانی بوده دیگه تا خودش رو بتونه به یه مرحله‌ای برسونه که بتونه در واقع زندگی خودش رو بیافرینه و هر حال خیلی من که بهره بردم امیدوارم رفقای دیگرم همینطور هم تشکر از رفیق آمیز امروزم حالشون زیاد خوب نبود میدونم و با وجود این لطف کردن و تشکر فقط در خاتمه دوباره یادآوری کنم به رفقا که بحث هفته بعدمون سر جنگ غذه است همونطور که گفتم رفیقمون موشه مخور از مارکسیستهای اسرائیلی برامون صحبت کردن کرد و برای اینکه رفقا آشنا بشن با بحثای ایشون من یه لینکی اینجا توی چت گذاشتم یه مقاله بود که همون اول این جنگ رفیقمون نوشتن به نظر من رفقا اگه بتونن این مقاله بخونن کمک میکنه به اینکه بحث بعدی رفیق ماشه مکاوه رو بفهمه مقاله جالبی بود به نظر من تحلیلی که اون موقع کرده بودم این یکی دو روز بعد از آغاز جنگ بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم هشت اکتبر بود در یه سخنرانی این بحث این مقاله نوشته برگردان اون سخنرانی در ویکلی ورکر چاپ شده من میگم لینکش اینجا گذاشتم رفقا اگه لطف کنن تا قبل از جلسه بعدی این رو هم یه بکنن. مفید خواهد بود به فهم بحث چون که گفتم بحث به انگلیسیه دیگه رفتی قرار با یاسمن یه ای بکنن ما مسابقه رو اینجا پخش کنیم بعدش میتونیم با همدیگه صحبت کنیم صحب. همین من دیگه حرف دیگه ندارم از همه رفقایی که تا این لحظه به صلاح فرصت به ما دادند که از حضورشون من بشیم ممنون و تشکر میکنم امیدوارم دوباره همه رفقا رو ببینیم خصوص بعضی از رفقا یکی میبینم الان یه دفعه دیدم ببخشید قبلا ندیدم اتحاد فرد فعالان کمونیست رفیقی که تو جلسه اولی هم صحبت کردن خوشحالم دوباره شما رو میبینم جای شما خالی بود یکی دو جلسه امیدوارم همه رفقا رو دوباره ببینیم من دیگه شب بخیر میگم به رفقا و بازم تشکر از رفیق کامیس قربانشو